سلام می کنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، با این امید که خوب و سر حال هستید. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان در خدمتتون هستیم از یکی دیگه از برنامه‌های گفتگو. جمهوری اسلامی جمهوری ترور و وحشت هست. میشه گفت از ابتدای روی کار اومدنش با ترور افراد و با ایجاد وحشت زندگی کرد و به حکومتش ادامه داد و تا به امروز همچنان داره ادامه میده. جمهوری اسلامی در ابتدای روی کار اومدنش افراد مختلفی رو ترور کرد، چه در داخل چه در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران. حتی به تظاهرات کارگرای بیکار در اولین روزهای حکومتش حمله کرد. ناصر توفیقیان، کارگر بیکاری که فقط علیه بیکاری داشت تظاهرات میکرد، اولین قربانی جمهوری اسلامی در میشه گفت نیروهای اجتماعی بود که یادمون هست و فکر کنم همه کسانی که نسل من هستن، همسن و سال من هستن، خوب یادشون هست. نماینده های شوراهای گنبد از ترورهای دیگه جمهوری اسلامی بودن، کشتار در کردستان و ترور واقعا میشه گفت صدها نفر در خارج از مرزهای ایران از نمونه هایی هست که میشه بهش اشاره کرد. یکی از افرادی رو که ترور کرد جمهوری اسلامی در حدود 29 سال پیش، غلام کشاورز یا بهمن جوادی، از کمونیست های برجسته ای بود که چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی یه جورایی خار چشمشون بود. غلام کشاورز یکی از ترور شده های اون دوران هست. در برنامه امروز فریده آرمان رو دعوت کردیم. فریده آرمان همسر غلام کشاورز بود و روزی که غلام کشاورز ترور شد در کنارش بود. اجازه بدید همراه بشیم با فریده آرمان و در رابطه با تروریسم جمهوری اسلامی گفتگویی داشته باشیم. فریده آرمان، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو و سلام میکنم به شما. و همه بینندگان عزیز تلویزیون، خوبه که یک توضیح مختصر و کوتاهی بدید از شرح ماجرا. چی شد؟ شما چه چیزی یادتون هست؟ البته فکر نمی کنم فراموش بشه لحظه نه. هرگز فراموش نمیشه، هرگز. راستش اینطوری بود که غلام کشاورز زمانی که تو زمان شاه دستگیر میشه، جز دانشجویان دانشگاه کشاورزی بود و جز فعالین دانشجویی بود و در رابطه با فعالیت‌هایی که داشت دستگیر میشه تو زمان شاه، به خیلی شکنجه میشه و به 4 سال زندان محکوم میشه و تو همزمان بود، وقتی که تو زندان بود همزمان بود با یه سری از این روحانیانی که دستگیر شده بودن و تو زندان بودن، مثل هاشمی رفسنجانی هم چیز بود. اینا یه جورایی تو خود زندان، به خاطر اینکه غلام قبلا مذهبی بود و خیلی خوب اسلامو خونده بود و میشناخت، میتونست با بحثایی که میکرد، میتونست اونایی که مسلمون بودن و طرفدار اسلام بودن ولی به نوعی دستگیر، بالاخره دستگیر شده بودن و تو زندان بودن، و با بحثایی که میکرد اینا رو در واقع بکشونه به سمت، یعنی از اسلام اونا رو آشنایی بهشون میداد و اونا سوسیالیست میشدن یا کمونیست میشدن. و این یه جورایی تو خاطر و ذهن هاشمی رفسنجانی بود و من خودش همیشه میگفت این یه کینه زیادی از من داره، چون خیلی از نیروهاشون رو تو خود زندان عملا باعث شدم که کنده بشن از جریانات اسلامی. برام غلام وقتی هم که از زندان در میاد و در زمان جمهوری اسلامی یه فعال واقعا پیگیر علیه جمهوری اسلامی بود و در تمام مدت، یعنی همیشه داشت تلاش بود برای سازمان دادن، برای سازمان دادن اعتراضات و یا فعالیت های مختلفی رو در دستور قرار میداد برای اینکه بتونه واقعا سازماندهی بکنه فعالیت علیه جمهوری اسلامی رو، و به همین دلیل عملا خار چشم جمهوری اسلامی بود و اونها توی اون سری ترورهایی که اولین ترورهایی که صورت گرفت خارج کشور، میتونم بگم یکی از اون اولین ترورها ترور غلام کشاورز بود.
بعد از البته قضیه که در وین بود اتفاق افتاده بود، یکی از سران حزب دموکرات رو دستگیر کشته بودن و بعدش قضیه ترور کشاورز بود. هنوز این جریان خیلی وسیع نشده بود، ولی بعدا وسیع میشه که یک کمیته تشکیل داده بود جمهوری اسلامی که کمیته امنیت اسمش بود که مسئولش خود هاشمی رفسنجانی بود که با کمک علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی و سید علی خامنه ای اینا عنصرهای اصلیش بودن که لیست تهیه کرده بودن از کسایی که بایستی ترور بشن تو خارج کشور و با کمک سفارتخونه هاشون در کشورهای مختلف شروع میکردن به شناسایی و پیدا کردن موقعیت هایی که بتونن این ترور رو انجام بدن. آره، اون روزی که ما از کشور سوئد پناهنده سیاسی بودیم، از کشور سوئد غلام علاقه داشت که مادرش رو بعد از سالها ملاقات بکنه، که مادرش به همراه خواهر من از ایران اومدن و از سوئد من و غلام و برادر غلام رفتیم به لارناکای قبرس و در اونجا سفارت جمهوری اسلامی در قبرس با همکاری چند تروریست لبنانی این طرح ترور رو انجام دادن و درست جلوی چشم من و جلوی چشم مادرش و برادرش غلام رو به گلوله بستن و کشتن. جمهوری اسلامی همطور که شما اشاره کردید ترورهای مختلفی رو انجام داد. میشه راجب دادگاه میکونوس ساعتها صحبت کرد، میشه راجب ترور فرخزاد ساعتها صحبت کرد، شاپور بختیار، افراد خیلی متعدد و مختلفی رو میشه اسم برد و گفت که چجوری جمهوری اسلامی دست به چنین کاری زد. به نوعی شما توی صحبتتون اشاره کردید که چرا غلام کشاورز، ولی فکر میکنم شاید لازم باشه یه ذره بیشتر توضیح بدیم. غلام کشاورز به قول شما و همه ما میگیم که خاری بود تو چشم اینا و کینه های حتی شخصی بهش داشتن. چرا فکر میکنین افرادی مثل غلام توی به اصطلاح تصویرشون بود که این کار رو انجام بدن؟ میدونین اینا این لیستی رو که در واقع تهیه کرده بودن، در اصل میخواستن توی ایران شروع کرده بودن دستگیری های وسیع و کشتار های خیلی هزاران نفره در زندان ها و ترس ایجاد کردن و عقب روندن انقلاب در ایران و امیدی رو که مردم به یه سری رهبران خودشون، به اپوزیسیونی که در بخشی در خارج از کشور، خارج از ایران مستقر شده بود، این امیدی رو که داشتن میخواستن به مردم در واقع بگن که ما اینا رو هم ترور میکنیم. حتی رهبران اپوزیسیون در خارج کشور هم امنیت ندارن و ما میتونیم اینا رو ترور کنیم، که میدونین تیر انداختن به سمت یه انسانی که فعالیت میکنه علیه جمهوری اسلامی، بالاخره یه نفر رو میکشی، ولی این صدا و این جنبش به هیچ وجه خاموش نمیشه. همونطوری که خودتون اولش گفتین که رژیم جمهوری اسلامی رژیم ترور و وحشته، من الان میدونم رژیم ترور هست ولی وحشتش تا به حال وحشت ایجاد کرده، ولی الان روزاییه که اینا خودشون در وحشت الان به سر دارن میبرن. انقدر این جنبش عظیم و وسیع و اومده به میدون که الان خود سران جمهوری اسلامیه که دارن در وحشت سرنگونی دارن هر روز رو به سر میگذرونن و به سر میبرن. به حال وقتی که از غلام حرف میزنی، غلام یه نمونه ای بود از یک انسان واقعا شریف، یک انسان که با هیچی تو زندگی نمیخواست بجز این که مردم تو ایران آزاد باشن، مردم تو ایران برابر زندگی کنن، یه عده کار نکنن و نون شبشون رو یه عده سرمایه دار بردارن و ببرن و میلیارد میلیارد بدزدن از سرمایه مردم رو. این تمام شاید بگم زندگی غلام بود، تمام ایده و تمام فکر غلام بود که برای یه زندگی برابر، برای یه زندگی آزاد باید تلاش کرد و اصلا واقعا خسته نمیشد از این تلاش. این تیرن تیری که زدن واقعا تیر به یک تلاش بود، به تلاشی که متمرکز شده بود در غلام و اینا به این وسیله میخواستن این فعالیت رو در واقع خاموش کنن و کردن، ولی مسئله اینی که هزاران نفر راه غلام رو ادامه میدن و ادامه دادن تا حالا.
بله فریده آرمان، خیلی از این ترورایی که در خارج کشور انجام شد بعضا از افرادشون دستگیر شدن یا اینکه توی تلویزیون های خود جمهوری اسلامی مثل افتخار ازش اسم بردن و یه جورایی معلوم شد که دست جمهوری اسلامی، نه که معلوم شد، فکر میکنم همه میدونستن، یه جورایی ثابت شد. آیا در رابطه با پرونده غلام دست شما به جایی رسید؟ ببینیم پرونده غلام اسلحه‌ای که پلیس قبرس به دست آوردش پیدا کرد در یه منطقه نزدیک به منطقه محل حادثه، اسلحه‌ای بود که متعلق به ارتش جمهوری اسلامی بود و این اسلحه فقط میتونست در اختیار سفارت جمهوری اسلامی باشه و خود پلیس قبرس گفت دو نفر حزب اللهی که لبنانی بودن و دستگیر شدن اینا در ارتباط با سفارت جمهوری اسلامی بودن و من نگاه میکنم میگم یه حزب الله لبنان چه ربطی به غلام و به فعالیت ما و اینا داشته؟ یعنی اصلا ما هیچ تماسی، نه هیچ دشمنی شخصی، ما هیچ کسی نداشتیم. یعنی کاملا محروز بود که جمهوری، یکی از ترورایی بود که جمهوری اسلامی داشت انجام میداد و بعد از اونم نگاه میکنین ترور فریدون فرخزاد که تو خونش واقعا تیکه تیکش کردن و بعد شرفکندی و قضیه میکونوس که به یه رستوران حمله کردن که اتفاقا در دادگاهی که بعد از قضیه میکونوس صورت گرفتش که یه تعدادی از سران جمهوری اسلامی به در لیست تروریست قرار گرفتن و بعد در اینترپول، یعنی اگه اینا هر کدوم از این سران که شامل هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی و علی خامنه‌ای بودن، این چهار نفر هر کدومشون پاشون به خارج برسه که دستگیرشون بکنن، یعنی اینا جز کسایی بودن که توی این لیست قرار گرفتن و همین اکنون هم نگاه میکنین تو همین اخیرن، همین چند وقت پیش، یکی دو ماه پیش بودش، اسدالله اسدی که در یکی از کارداران یا دست اندرکاران کار به دستان سفارت جمهوری اسلامی در وین بودش دستگیر میشه به جرم همکاری با دو ایرانی، ایرانی اتریشی تبار که بلژیک تبار، که اینا قرار بودش که در یک عملیات بمبگذاری در تظاهراتی که قرار بود انجام بشه در پاریس اینا قرار بود بمب بزنن که این فرد سفارتی الان دستگیر میشه و بس حتی موقعی که روحانی سفر میکنه به اتریش، اونجا صدر اعظم اتریش در این مورد، در مورد همین کاردار سفارت، در این مورد با روحانی حرف میزنه و بالاخره بحث میکنن. مسئله اینه که بارها و بارها، یعنی بعد از هر قضیه‌ای، بعد از قضیه ترور اول نافرجام شاپور بختیار که چند نفر دستگیر شدن، اینا همشون در واقع بندشون به جمهوری اسلامی و به سران جمهوری اسلامی وصل بوده و کاملا روشن بود که اینا عملیات تروریستیشون رو که صدها نفر رو، حتی خود از جمله کسایی که خوب اسم برم، منوچهر محتکی بود که وزیر امور خارجه بود و یه دوره‌ای در وزیر سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه بود که در همون دوره تعداد زیادی ترور در ترکیه صورت گرفت که مستقیما زیر نظر و سازماندهی منوچهر محتکی بودش. منظورم این پرونده انقدر روشنه و انقدر بارها و بارها اینا دستگیر کردن از کسانی که ربط داشتن به جمهوری اسلامی و با سفارت همکاری میکردن و یا حتی فرار کردن رفتن به ایران، بعدها دولت‌های غربی خواستن که اینا تحویل داده بشن یا حتی مورد معامله قرار گرفتن با وقتی دستگیر شدن، مورد معامله قرار گرفتن با جمهوری اسلامی. بله. منظورم بله. این پرونده خیلی روشن و وسیعه. بله. اجازه بدید نگاه کنیم ببینیم وقتمون چقدر مونده، من ببینم سوالامو چجوری تنظیم بکنم. بله. یه چیزی حدود 10 دقیقه وقت داریم، اما سوالای خیلی زیادی برای من هست که امیدوارم بتونیم کوتاه جواب بدیم و بتونیم برسیم به اینا. نکته ای که اینجا فکر میکنم خوبه بهش اشاره بکنیم اینه که جمهوری اسلامی فقط در خارج کشور دست به ترور نزده و نمیزنه. در داخل ایران قتل‌های زنجیره‌ای رو ما شاهد بودیم، کشتارهای بسیار زیاد در زندان‌ها و اعدام کردن‌ها اینا هست. منتها یه چیز هست که
بازم به نوعی شما بهش اشاره کردین، خود جمهوری اسلامی در وحشته. جمهوری اسلامی قبلنها فتوای قتل سلمان رشدی رو میداد علنن و علنن میگفت که داریم اعدام میکنیم و میکشیم. الان آدم ها رو توی زندان خودکشی میکنن به قول معروف، و جمهوری اسلامی میخواد از زیر بار این مسئولیت شونه خالی بکنه و میگه مثلا فلانی دست به خودکشی زد یا مریض بود و مرد توی زندان. شما فکر میکنید چه مکانیسمی عوض شده، چه اتفاقی افتاده توی ایران که چنین برخورد میکنه جمهوری اسلامی؟ ببینید الان جمهوری اسلامی توی یه دوره‌ای هستش که واقعا سرنگونی خودشو شاید کمتر از یه سال یا کمتر از ماها ببینه. یعنی هر اتفاق وسیعی که مثل همین چیزایی که ما شاهدش بودیم در دیماه و بعد همین اخیراً در تابستان که مردم تو خیابون ریختن به شکل وسیع و در ابعاد حتی 90 شهر در ایران اومد تو خیابون و شعارشون مرگ بر جمهوری اسلامی بود، شعارشون سرنگون با جمهوری اسلامی بود، هیچ کدومتون رو نمیخواییم، دزدان رو نمیخواییم و اینا. یعنی منظورم این که الان این نیرو به سمت در واقع به سمت مردم چرخیده و اینا در وحشت این هستند که خودشون هم بحثایی که دارن با خودشون میکنن اینه که ما زمان، یعنی اگه یکی اینطوری نیستش که مردم حرکت میکنن و یک بخشی از جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارن، وقتی میزنن همشون رو با هم میزنن. و یکی از خوشحالی های من در واقع اینه که این بار مردم پشت یک جناح دیگه نمیرن، نرفتن و گول این نمیدونم موسوی روحانی نمیدونم این یکی اون یکی رو نمیدونم خاتمی نمیدونم فلان اینا رو نمیخورن و واقعا نشونه گرفتن تمام رژیم رو. و اینو خود سران جمهوری اسلامی به خوبی میفهمن و به همین جهت در موضع ضعف هستن، خودشون با هم به شدت در اختلاف هستن و همدیگه رو افشا میکنن و تو این موقعیت دیگه از اون کرکری خوندنا دیگه خبری نیست و نمیتونن اینطوری علنی بیان و بگن ما کشتیم و خیلی هم افتخار بکنن. حمله و خطر این که مردم بیشتر عصبی باشن از دستشون و بیشتر بریزن و زودتر از شر این جنایتکارا خلاص بشن هستش، برای همین احساس وحشت میکنن و به این دلیل در موضع ضعف و تو موضعی هستن که واقعا نمیتونن اون طوری که قبلا کار میکردن انجام بدن. نکته دیگری که باز فکر میکنم یه جورایی مثل همین مسئله هست اینه که زمان شاه کشتارا واقعا خیلی کمتر از الان بود، ولی تونسته بود شاه و سواک فضایی رو ایجاد بکنن که مردم یه جورایی سکوت میکردن، از صدای خودشون هم یه جورایی وحشت داشتن، حتی میگفتن گورستان آریا مهری درست کردن، مردم میترسن اعتراض کنن، حرف بزنن، دیوار موش داره مثلا میگفتن. جمهوری اسلامی واقعا ده ها برابر کشتار کرده و خیلی چهره یه خیلی اوریانتری از خشونت رو از خودش نشون داده، از اسید پاشیاش بگیرین تا دستگیری رهبران کارگری، معلما، نمیدونم فعالین محیط زیست، فعالین حقوق کودک، غیره غیره غیره، اینا رو به هیچکی رحم نکرده و دستگیر میکنه. ولی علارغم این رهبران کارگری از تو زندان فراخوان میدن، رهبران کارگری با اسم و رسم خودشون فراخوان اعتراض میدن، معلما همینطور، زنا همینطور. یعنی میخوام بگم که ابعاد بسیار گسترده ای از اعتراضات مردم و خیلی باشکوه آدم میتونه ببینه. واقعا چرا جمهوری اسلامی نتونست اون جامعه رو خفه بکنه؟ ببینید وقتی که این از اول جمهوری اسلامی یه وسیله ناجور به جامعه ایران بود، مردم اصلا، یعنی اگه قبل از انقلاب میگفتی یه مشت آخوند میخوان بیان و قدرت رو بگیرن، یه یعنی اصلا تو کت مردم نمیرفت. ولی میگم وقتی که آلترناتیوی برای مردم اون موقع اون دوره وجود نداشت، سازمانهای رادیکالی وجود نداشتش، خب مردم رفتن با برنامه ریزی هایی که اروپا کردش اینا رو آوردن و عملا به خورد مردم دادن این جانیا و کسافت ها رو و دزدان رو و عملا. ولی چون میگم اینا واقعا از اول وسیله ناجور دارن، هیچ کدومشون از اینا این چیزایی رو که نمایندگی میکنن، این سنت و این روش و این قوانین رو که میذارن، هیچ کدومش نه خواست مردمه
نه خواست جووناست، نه خواست زناست، نه خواست کارگرانه، هیچ کدوم. و چی برای مردم آوردن به جز فقر و فلاکت و بدبختی؟ هیچی نداشتن و کشتار و ترور. برای همین مردم اینا دیگه از شر اینا میخوان خلاص بشن. فقط هر چقدر حالا اینا هی برای خودشون هی وقت خریدن، هی با عناوین مختلف مهرهای جدیدی رو با شکلهای مختلف هی بردن جلوی صحنه و یه دوره دیگه برای مردم رفتن پشت این پشت اون، ولی الان دیگه واقعا پشت همشون در اومدن و این راستش مایه خوشحالی همه ما هاست. من دوست دارم اینو بگم که من واقعا وقتی فکر میکنم که مرگ جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیکه ها، تو دلم نه به عنوان یه کسی که عزیزانم از دست دادم، همسر اولم که تو زندان سال 63 اعدام شد تو زندان اوین، و غلام که ترور شدش، و محمد علی پرتوی از نزدیکترین دوستای من بود که تو زندان اعدام شد تو سال 67، و هزاران میلیون ها مادر، خواهر، فرزند که اینا آرزو دارن واقعا سرنگونی جمهوری اسلامی رو ببینن. متاسفانه بعضی از مادران نرسیدن و بعضی از پدران نرسیدن شاید این روزا رو ببینن که اینا چطوری به وحشت افتادن و چجوری روز شمار در واقع خاتمه یافتن عمر جمهوری اسلامی داره نزدیک میشه. و این یه شعف و خوشحالی به ما میده، به همه خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده کسانی که قربانی دادن، میده که ما ببینیم این روزها رو و ببینیم که سران جمهوری اسلامی تو دادگاه های مردمی به محاکمه کشیده میشن به جرم تمام این جنایت هایی که کردن. بله. در پایان صحبتامون فکر میکنم مثلا 2 دقیقه اینجوری فرصت داشته باشیم، با توجه به اینکه شما فعال حقوق انسانی در سطح اروپا هستید و به هر حال در کشور سوئد، کشور خودتون که هستید، هم مقاله می نویسید، هم صحبت می کنید، جلسات مختلف دارید، سخنرانی دارید و راجع به این جنایات صحبت می کنید، و علاوه بر شما خیلی از فعالین دیگه هستن در سطح اروپا، در سطح کشورهای غربی فعالیت می کنن، توی آمریکا، کانادا، غیره فعالیت می کنن، اما جمهوری اسلامی و سرانشون علی رغم همه این چیزهایی که ازشون کشورهای اروپایی میدونن، دولتهای اروپایی میدونن، رفت و آمد میکنن. چه باید کرد؟ چه جوری باید دولتهای اروپایی رو قانع کرد که با جمهوری اسلامی بیشتر از این دست ندن و در کنارش قرار نگیرن؟ واقعا این کار، این فشار مردمی رو میخواد، فشار مردمی که به احزاب و سازمانهای تو اروپا بیارن. ما همیشه این تلاش کردیم که افشاگری کنیم از جمهوری اسلامی و تماس بگیریم با نهادهای مختلف و بخوایم که روابط دیپلماتیک این کشورها با جمهوری اسلامی قطع بشه، ولی متاسفانه وقتی که پای اقتصاد و وقتی پای پول در میونه، خیلی اوقات اینا تمام این پرنسیپاشونو کنار میذارن و وارد مذاکره و وارد تجارت میشن با جمهوری اسلامی. ولی به هر حال الان دوره ایه که وقتی مردم اینطوری میلیونی تو خیابونا میان و مرد و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، دوره بهتریه برای زیر فشار قرار دادن دولت ها، برای قطع کردن روابطشون با ایران و روابط دیپلماتیکشون با ایران و زیر فشار قرار دادن ایران از تو جوامع بین المللی که اینا رو راه ندن. سران جمهوری اسلامی نباید راه داشته باشن به هیچ کدوم از مجامع بین المللی و باید در انزوا به سر ببرن. خیلی متشکر از شما فریده آرمان. گفتگوی ما رو میشنیدید بینندگان گرامی با فریده آرمان، همسر غلام کشاورز، که غلام کشاورز در حدود 30 سال پیش در کشور قبرس، شهر لارناکا، توسط تروریست های جمهوری اسلامی ترور شد. صحبتمون در مورد تروریسم جمهوری اسلامی بود. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما روزهای خوبی آرزومندیم.